کشته شدن دست کم 4 نظامی ایرانی در حمله هوایی اسرائیل. ایران میگوید خسارت محدود بود، اسرائیل میگوید به تمام اهدافش رسیده. تحلیلگر اسرائیلی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی اعتراف کرد ایرانی ها اقدام اسرائیل را بتمسخر گرفتند. این ما خیلی تاثیرگذار بود. ترقه بازی و آتش بازی بچه‌های فلا از این 4 تا موشکی که شما به اصطلاح زدید به کشور ما خیلی هم شدتش بیشتره، هم صداش بیشتره، هم کلی. وزارت خارجه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان میگوید اسرائیل با حمله بر ایران منطقه را در آستانه یک جنگ وسیع‌تر قرار داده است. اسرائیل یکی از بزرگترین نیروهای هوایی دنیا رو داره که آمریکا بهش داده، فناوری رو داره، امکانات رو داره، اطلاعات لازم رو داره. من شکی ندارم که اسرائیل قادر بود دقیقاً خسارت‌های بسیار مهمی رو به اهداف نظامی ایران وارد بکنه. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت بایدن گفته است اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ دهد، آمریکا برای مقابله با حمله آن آمادگی دارد. این در واکنش به حملات رژیم ملاها علیه کشور اسرائیل در ماه‌های اخیر بود. حمله تلافی جویان تکمیل شده و اهداف آن محقق شده است. وزارت امور خارجه افغانستان حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و آن را تجاوز به خاک ایران خواند. در حالی که اسرائیل از پایان حملات هوایی خود به ایران خبر داده و نسبت به هر گونه اقدام تلافی جویان تهران را هشدار داده است، سه منبع آگاه به وبسایت اکسیوس گفتند که تلافیو پیش از حمله ایران را مطلع کرده بود. این منابع گفتند که اسرائیل روز جمعه از طریق میانجی پیامی به تهران ارسال کرده و آن را به ماهیت حمله اشاره کرده و به مقامات ایران درباره هر گونه پاسخ طرفی جویانه هشدار داده است. یکی از این منابع افزود اسرائیل ها پیشتر برای ایرانی ها روشن کرده بودند که به کدام اهداف حمله خواهند کرد و به کدام اهداف حمله نخواهد کرد. این منابع همچنین بیان کردند که پیام اسرائیل از طریق سمیانجی مخابره شده و هدف آن محدود کردن تبادل حملات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها بین دو کشور بوده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد در دولت بایدن گفته است اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ دهد، آمریکا برای مقابله با حمله آن آمادگی دارد. آنچه اتفاق افتاد باید پایان حملات متبادل میان اسرائیل و ایران باشد. بایدن در همکاری با اسرائیلی ها آنها را ترغیب کرد که پاسخ توجیه پذیر و متناسب بدهند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه به نقل از یک منبع آگاه نوشت هیچ مرکز نظامی سپاه در تهران مورد هدف قرار نگرفته و خبرها درباره حضور 100 هواپیمای نظامی اسرائیل در این حمله کاملا دروغ است. تحلیلگر اسرائیلی در صفحه اکس خود در شبکه‌های اجتماعی اعتراف کرد ایرانی ها اقدام اسرائیل را به تمسخر گرفتند. دنبال کنندگان این کارشناس در شبکه اجتماعی هم با واژه و تعابیر نسبت به این اقدام رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و آن را شکسته برای اسرائیل توصیف کردند. شاوی شاولی در زیر این پست نوشت فکر میکنم اقدام ضعیف کار صحیح است که انجام گرفت. با این حال چرا نتانیاهو به ما دروغ میگوید؟ او که قبل یک واکنش کاملا متفاوت را داده بود، این در حال است که او نهایتا دست به اقدام زد که ظاهرا همه آن را از پیشاپیش مطلع بودند. میری هالپر هم در پاسخ به این کامنت نوشت چون نتانیاهو یک خرگوش ترسو است. یوال ناکار هم گفت این اشتباه بزرگ تصمیم گیرندگان سیاسی است. عدم واکنش بهتر از این واکنش مفتضاح بود. وقت تصویر نباشد دشمن هم به خنده در می آید. مایکل تیت هم در کامنت خود نوشت ما کیسه بوکس منطقه شده ایم. 200 موشک بالستیک با ما اصابت می کند و ما فقط صدای انفجار را از خودمان در می آوریم. وزارت خارجه ترکیه حمله اسرائیل به ایران را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده و افزود که مخالفت جنگ و بیقانونی در منطقه است. در بیانیه وزارت خارجه ترکیه نوشته شده که اسرائیل در غزه نسل کشی می کند و روزانه غیر نظامیان را در لبنان نیز به قتل می رساند. وزارت امور خارجه افغانستان حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرد و آن را تجاوز به خاک ایران خواند. در بیانیه حکومت طالبان آمده است که اقدامات اسرائیل تلاش است در جهت تشدید بیشتر خشونت در منطقه که وضعیت ناملایم در منطقه را
بیشتر از پیش پیچیده می‌سازد. متاسفانه رژیم صهیونیستی در جریان بیشتر از یک سال نه تنها اینکه جنایتش را در غزه به پایان نرسانده، بلکه به مناطق دیگر نیز گسترش داد. شماری از چهره‌های سیاسی دولت سابق افغانستان از جمله حامد کرزی و عبدالله عبدالله نیز حمله هوای سپاه امروز اسرائیل به ایران را محکوم کردند. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران گفته است که هیچ مرکز نظامی سپاه در تهران مورد هدف قرار نگرفته است. جمهوری اسلامی از کشتن 10 نفر از نیروهای نظامی در محور مواصلاتی گوهرکوه شهرستان تفتان خبر داد. من به نظرم میرسه که مثلا دستمون که نمیرسه به این آقایون. این ما خیلی تاثیرگذار بود. تو با من تصویرم کش تصویرش داشتی واقعا خیلی تاثیرگذار بوده. تو پیامکام خیلی زیاد بوده آقای صمدی. واقعا تاثیرگذار بود. و اون نگرانی های بزرگش برطرف شده. این بستگی به این داره که جمهوری اسلامی چگونه عکس العمل نشون بده. فعلا اون نگرانی بزرگی که حمله ویرانگری در دستور کار باشه، این فعلا مرتفع شده. بازارهای جهانی هم همین عکس العمل رو داشتن. در نتیجه بورس ها بالا رفته، یعنی که فعلا آینده کسب و کار جهانی رو در معرض خطر نمیبینن. قیمت دلار بالا میره بعد پایین میاد، نشون میده که بازار داخلی ایران هم نگران این قضیه نیست، یعنی نگرانیش کمتر شده. به این ترتیب بستگی به این داره. ملاحظه بفرمایید، جمهوری اسلامی ایران بنا به ساختار خودش با یک دشمن دانا روبروست و خودش از سوی دوستان نادان فراوانی احاطه شده است. در نتیجه پیام اسرائیل جمهوری اسلامی کاملا روشن میخواهد بگوید که من اگر بخواهم بزنم این توان رو دارم و تو هم نمیتونی عکس العمل بکنی. اگر در برابر این کسانی در داخل کشور، اما از اینکه واقعا دوستان نادانن یا دشمنان نفوذ کرده در دل جمهوری اسلامی هستن، داد و قال بکنن و جمهوری اسلامی رو به اکسیونال واگذار بکنن، در این صورت مرحله دوم که میتونه خیلی مخاطره انگیز سر باشه برای دستور کار. خب این چیزی هستش که آمریکا امروز گفت. آمریکا گفت یک واکنش متناسب بود. من فکر کنم کاری که آمریکایی ها کردن این هستش که از اهرم های خودشون با دولت اسرائیل استفاده کردند تا میزان حمله اسرائیل رو به حداقل برسونند. اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران حمله نکرد. اسرائیل به تأسیسات نفت و گاز ایران حمله نکرد. رهبری ایران رو هدف قرار نداد. برای همین از این لحاظ میشه گفت که دلیل اینکه الان مقامات ایرانی دارن به تمسخر میگیرن حمله ایران رو همین هستش. حتی رسانه‌های اسرائیلی دارن نوع حمله اسرائیل رو به تمسخر میگیرن. و برای همین این امکان رو هم به ایران و هم به اسرائیل میده که بتونن یه ذره از این وضعیت که خودشون رو توش قرار دادن کوتاه بیان و ما ببینیم که آیا این دور تنش‌ها به پایان میرسه یا نه. اسرائیلی‌ها میگن حملات دقیق، حملات ویرانگر، حملات مرگبار. این روایتیه که اسرائیلی‌ها دوست دارن به خورد من و به خورد شما بدن. آیا اسرائیل به ایران حمله کرد؟ بله، قطعاً. آیا از ده‌ها جنگنده استفاده کرد؟ مسلمه. اسرائیل یکی از بزرگترین نیروهای هوایی دنیا رو داره که آمریکا بهش داده. فناوری رو داره، امکانات رو داره، اطلاعات لازم رو داره. من شکی ندارم که اسرائیل قادر بود دقیقاً خسارت‌های بسیار مهمی رو به اهداف نظامی ایران وارد بکنه، اما به نظر من میاد که پدافند هوای ایران عمل کرد، خوب هم عمل کرد و قادر بود که یه مقداری از خسارت‌ها کم بکنه. فراموش نکنید که ایران همون تکنولوژی اسرائیل رو نداره، نیرو هوایی درست حسابی نداره، در حالی که اسرائیلی یکی از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا رو داره که آمریکا براش تامین کرده. F-35 داره، F-16 داره، F-15 داره. بله، خب مسلمه که اونها قوی تر هستند. آیا اسرائیل تونست تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی ایران رو نقض بکنه با این حملات؟ بله، همونطور که وزارت خارجه ایران گفت، این کشور حق دفاع
از خودش رو محفوظ میداره. حاکمیت ملی ایران نقض شده. ولی فرموش نبکنید. خب انتظار دارین اسرائیل چی بگه؟ انتظار دارین ایران چی بگه؟ در روابط بین الملل ما همیشه به شاگردای خودمون میگیم که این یک بازی هستش که دولت‌ها واردش میشن. همیشه بحث نشون دادن قدرت، نشون دادن بازدارندگی است. ایران مثل اسرائیل، مثل همه دنیا میخوان به همه نشون بدن و بگن که ما این قدرت رو داریم که به حریفمون ضربه بزنیم. اینکه اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکرد، به نقاط راهبردی ایران حمله نکرد، به تاسیسات نفتی ایران و به رهبری ایران، این رو به من میگه که ایران قدرت بازدارندگی داره. این اون سناریویی نیست که واقعا اسرائیلی ها دوست دارن به ما بگن. من فکر کنم خب باید صبر بکنیم و ببینیم. باید گرد و خاک ها بخوابه. الان گرد و خاک ها در میدان در ایران نخوابیده. ما میزان تحقیر رو نمیدونیم. دولت ایران از شهروندانش خواسته که هیچ عکس منتشر نبکنن از اون پایگاه های نظامی که هدف قرار گرفتن. اما سوال اصلی شما خیلی مهم هست. ما در یک روند افزایش تنش هستیم. اون خط قرمزهایی که قبلا وجود داشتند دیگه ندارند. رهبران ایران به اسرائیل و آمریکا هشدار داده بودند که اگر اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه، ایران در نظر داشت 1000 فروند موشک بالستیک به طرف اسرائیل شلیک بکنه. وضعیت تا این حد میتونست خطرناک باشه. اما سوال اصلی شما اینجا هستش که این نکته رو به ما میرسونه که بدون پایان جنگ در غزه، بدون پایان تنش‌ها در لبنان، ریسک رویارویی متقابل بین ایران و اسرائیل میتونه از کنترل خارج بشه و باعث بشه که ما به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای برسیم. برای همین هستش که جامعه جهانی الان نگران هستش، چون در تحلیل نهایی بدون جنگ اسرائیل در غزه، بدون افزایش تنش‌ها در غزه، نگرانی من این هست که ما کلن شاهد کاهش تنش نخواهیم بود. همچنان یک ریسک جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل وجود خواهد داشت. چندی پیش هواپیماهای ما پس از حمله به اهداف نظامی در ایران به سلامت بازگشتند. این در واکنش به حملات رژیم ملاها علیه کشور اسرائیل در ماه‌های اخیر بود. حمله تلافی جویانه تکمیل شده و اهداف آن محقق شده است. طبق دستور هیئت سیاسی، حملات دقیق و هدفمندی به اهدافی در مناطق مختلف ایران انجام دادیم. اینها شامل تأسیسات تولید موشکی می شود که جمهوری اسلامی در حملات سال گذشته به اسرائیل از آن استفاده کرد. همزمان، مجموعه های موشکی زمین به هوای رژیم و قابلیت های هوایی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادیم که قصد داشتند آزادی عملیات هوایی اسرائیل در ایران را محدود کنند. اسرائیل اکنون آزادی عملیات هوایی گسترده تری در ایران دارد. جمهوری اسلامی دوبار به اسرائیل حمله کرد، از جمله در مکانهایی که غیر نظامیان را در معرض خطر قرار می داد و اکنون بهای آن را پرداخته است. ما بر اهداف جنگی خود در نوار غزه و لبنان متمرکز هستیم. این جمهوری اسلامی است که به تلاش برای تشدید تنش در منطقه ادامه می‌دهد. اهدافی که مورد اصابت قرار گرفتند از یک بانک هدف گسترده انتخاب شدند. اهدافی از انواع مختلف و ما قادر خواهیم بود اهداف اضافی را از آن انتخاب کنیم و در صورت نیاز به آنها ضربه بزنیم. این یک پیام روشن است. کسانی که اسرائیل را تهدید می‌کنند بهای سنگینی خواهند پرداخت. ما در حال انجام یک ارزیابی موقعیتی مستمر هستیم و در این مرحله هیچ تغییری در دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی وجود ندارد. از شما خواسته می‌شود که همچنان به پیروی و گوش دادن به دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی ادامه دهید، همانطور که در طول جنگ انجام دادیم. ارتش اسرائیل هم از نظر تهاجمی و هم دفاعی در اوج آمادگی قرار دارد. امروز ما یک بار دیگر توانایی خود را برای ضربه زدن به هر جایی که بخواهیم، در هر زمانی که بخواهیم نشان دادیم. ارتش اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای حفاظت از شهروندان اسرائیل انجام داده و خواهد داد. سوالات: شهروندان اسرائیلی پس از حمله به جمهوری اسلامی چگونه باید رفتار کنند؟ امروز شنبه است. آیا ما باید طبق روال پیش برویم یا نکته برجسته‌ای وجود دارد که می‌خواهید ارائه دهید؟ ما در حال حاضر پس از حمله به جمهوری اسلامی هستیم و در حال انجام ارزیابی موقعیتی مداوم. ما تحولات در داخل ایران را دنبال می‌کنیم و در این مرحله تغییری در بخشنامه‌های فرماندهی جبهه داخلی وجود ندارد.
من از مردم میخواهم که با آنها گوش کنند و در صورت نیاز به تغییر دستورالعمل‌ها هوشیار باشند. در صورت نیاز ما بلافاصله به وضوح آن را تغییر خواهیم داد و می‌دانیم که چگونه آنها را بروز کرد و به اطلاع مردم برسانیم. آیا امریکا در این عملیات به اسرائیل کمک کرد؟ ما در تماس مستمر با ایالات متحده هستیم. امریکا متحد استراتژیک ماست. ارتش اسرائیل در طول جنگ از نزدیک با فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام در ارتباط بوده. آیا اسرائیل برای اقدامات متقابل و فوری جمهوری اسلامی آماده می شود؟ ما در تمام طول جنگ که مدت هاست در برابر جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش مبارزه می کنیم در آمادگی بوده ایم. ما هم در ترکیب هجومی و هم در دفاع در اوج آمادگی هستیم. ما خیلی خوب تحولات را دنبال کرده و زیر نظر داریم. طبق اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، اسرائیل به صورت هدفمند به نقاطی در داخل ایران حمله کرده. آیا نتایج این حمله به توانایی جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل آسیبی وارد کرده؟ وقتی میگوییم هدفمند، این به معنای دقیق بودن آن است. این نشان دهنده توانایی های کشور اسرائیل است. وقتی ما میخواهیم نقطه خاصی را بزنیم، میدانیم که چگونه و با دقتی بالا به نقطه‌ای که میخواهیم رسیده و ضربه بزنیم. این یک توانایی بسیار مهم است و همچنین یک پیام منطقه‌ای است که دشمنان ما به خوبی آن را درک می‌کنند و این مهم است. من فراتر از چیزهایی که گفتم در مورد حمله بامداد امروز صحبتی نمی‌کنم. نتایج بعداً مشخص خواهد شد. ممنونم. شبت شلوم. اگر چیزی برای بروز رسانی وجود داشته باشد، ما فوراً به اطلاع عموم رسانده و بروز خواهیم کرد و من هم در صورت لزوم فوراً به اینجا میایم و شما را بروز میکنم. شبت شلوم. صبح بخیر. ساعت قبل هواپیمایی ما پس از حمله به اهداف نظامی در ایران به سلامت بازگشتند. این عملیاتی در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در ماه‌های اخیر بود. ما با هدفگیری و دقت تمام به تعدادی از اهداف در مناطق مختلف ایران حمله نمودیم. من جمله تأسیسات تولید موشکایی که رژیم ایران طی سال گذشته به سوی اسرائیل پرتاب نموده و تهدیدی مستقیم و فوری برای شهروندان کشور اسرائیل محسوب می‌گردند. همچنین سامانه‌های موشکی پدافند زمین و هوا و توانایی‌های هوایی ایران که هدفشان محدود کردن آزادی عمل هوایی اسرائیل بر فراز ایران بود نیز مورد حمله قرار گرفتند. دولت اسرائیل همکنون از آزادی عمل هوایی بیشتری بر فراز ایران برخوردار است. تمامی اهداف این حمله محقق شده است. جمهوری اسلامی دوبار به خاک اسرائیل و از جمله مناطقی که غیر نظامیان را به خطر انداخته بود حمله نمود و بهای آن را پرداخت نمود. رژیم ایران علاوه بر تلاش برای ضربه زدن به اسرائیل، سعی دارد تا ثبات امنیتی خاورمیانه و اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد. اهدافی که به دستور رده سیاسی مورد حمله قرار گرفتند از یک مجموعه اهداف گسترده انتخاب شدند و ما می توانیم اهداف دیگری را از بین آنها انتخاب کرده و در صورت لزوم با آنها حمله نماییم. در صورتی که رژیم ایران به حملات خود علیه اسرائیل و شهروندانش ادامه دهد، اسرائیل حق و وظیفه دارد تا از شهروندان خود دفاع کند. ارتش اسرائیل از نظر تهاجمی و دفاعی در اوج آمادگی قرار دارد. امروز ما یک بار دیگر توانایی خود را در حمله به هر جا و هر زمانی که بخواهیم ثابت نمودیم. ارتش اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای محافظت از شهروندان کشور اسرائیل انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد داد.